شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجی اینجا در استودیو با ما. حالا جزئیاتش رو نمیدونیم، ولی به باور شما این به شکلی کمک مالی کردن به تشکیلات خودگردان فلسطینی باعث میشه که اونها از بسیاری از خواسته هاشون از تشکیل دولت مستقل اینها کنار بیان، یا فکر میکنید که سعودی ها امتیازات بیشتری یا وعده های بیشتری دادن در چانه زنی هاشون با آمریکا؟ خب همین که آوردن فلسطینی ها رو داخل کردن توی این مذاکره و از فلسطینی ها خواستن شرط بزنن و فلسطینی وقتی خودش شرط میذاره و اون شرطی که خب اون افیشال یعنی کاملا رسمی نیست ولی میدونیم شرطش این چی بوده، هم باز کردن سفارت آمریکا در کرانه باختری رود اردن، این قسمت هایی که اسرائیل اونجا شرک سازی کرده، قدرتی که به اونجا بهشون داده بشه، این شرط های زیاد سختی هم نیست به نظر مگه در نظر بگیرید. خب یکی از شرطهایی که داشتن می‌خواستن خب سازمان ملل بیاد فلسطین رو به عنوان کشور رسمی اعلام کنه که می‌دونیم الان هم هست ولی به عنوان یک کشور ناظر. رسمی نیست، ناظره، و اینو گفتن آمریکا گفت در مورد این فعلا صحبت نمی‌شه، نمی‌تونیم کاری انجام بدیم، اینو در مورد صحبت نکنیم، ولی شرط‌های دیگه‌اش به نظر من خیلی سخت نیست که بخوان انجام بدن. خب مالی آخه شرط‌های دیگه دقیقاً هم قدرت اداریه هم قدرت مالی، هم باج دادن به حساب نمیاد به تشکیلات خودگردان. خب می‌دونیم تا 2021 عربستان ماهانه 20 میلیون به این حکومت فلسطین داده و از 2021 به خاطر فساد دارایی بوده که این 20 میلیون رو قطع کرده و این همیشه وابستگی مالی فلسطینی ها، نه تنها حالا حکومتش بلکه قدرت غزه، یعنی حماس هم وابستگی دارایی رو الان داره با عربستان شروع میکنه، چیزی که ما بارها شنیدیم که عربستان میخواد به حماس کمک کنه که اون جنگ و یا اون درگیری ها رو با اسرائیل پایین بیاره. این نشون میده که وابستگی دارایی یا قدرت مادی اینجا داره حرف میزنه. ولی اینکه فلسطینی ها الان هم میدونیم خب هیئت فلسطینی داره میاد تو واشنگتن که صحبت کنه و این برای بایدن کار رو آسان تر خواهد کرد، چون که اگه بخواد هم فلسطینی ها رو داشته باشه، هم اینکه فلسطینی ها چراغ سبز رو داده باشن به بایدن در مقابل اون دموکرات هایی که مخالف هر گونه عادی سازی روابط با عربستان هستن، فرستادن اون تسلیحات و یا اینکه بخوان انرژی اتمی مسالمت آمیز به عربستان بدن، که این خودش داستان دیگه داره به نظر من. نشست دیروز ترکیه اردوغان با پوتین و اینکه ترکیه هم وارد این گروه از کشورهایی که داره انرژی هسته‌ای سلامیز است، کارو برای عربستان آسان‌تر کرده. یا آمریکا به من میده، خب میتونه از روسیه هم کمک بگیره. من اینجوری نگاه میکنم، میبینم که کارو برای بایدن از اون لحاظ سخت‌تر کرده، ولی فلسطینی‌ها کارو دارن براش آسون میکنن که بخواد از این طریق از سنت یا از گروه خودش از دموکرات‌ها اون اجازه رو بگیره که بخواد به عربستان کمک کنه. برای همین هم هست وجود فلسطینی‌ها که مخالف با ابراهام موافقت نامی تعهد ابراهام که اصلا فلسطینیان در اون داخل نبودن، در نظر گرفته نشدن، اینجا عربستان داره بازی به نظر من زیرکانه‌ای رو انجام میده، چون که از در داخل عربستان مثلا در وزارت خارجه از خارجش کسایی هستن که مخالف چنین عادی سازی بدون در نظر فلسطین هستن، در داخل اسرائیل نتانیاهو و حکومتی که تشکیل حکومت داده مشکل داره، چون که راستیایی هستن که آماده نیست امتیازی بدن، در داخل آمریکا بایدن این مشکلات رو داره با گروه خودش. یعنی تمام این پروسه رو که داری نگاه میکنی دارن به طرف یک دیل یا یک توافق خیلی بزرگی میرن. به نظر من مشکل همونجا بزرگ کردن این توافق مگا دیله. اگه بخواین مثلا این مگا دیل رو جلو ببرن، عربستان باید به اون چیزایی که میخواد برسه تا بتونه چنین دیل رو با اسرائیل انجام بده. البته گمان میکنم محمود عباس، یعنی تشکیلات خودگردان به طور کلی اونقدر محروم های زیادی برای چانه زنی وسط ندارن. حالا سعودی ها رفتن سراغشون، چراغ سبز اونها رو میخوان، ولی همین توافق ابراهیم رو هم که اشاره کردید، علارغم مخالفت اونها، مگه چه تأثیری گذاشت در روابط اسرائیل با امارات و بحرین؟ تفاوتش برمیگه، خب در مورد عربستان صحبت میکنیم، در مورد قبله مسلمونا و این جبهه در مقابل فلسطین داره. عربستان کشوری که در 2002 در نشست عرب کشورهای عربی در بیروت لبنان پروسه آشتی فلسطین رو گذاشته و در این رون حساب میکنه و اون قدرتی که عربستان به عنوان قطب اسلام داره، اگه عربستان موافقت کنه و میدونیم حتی توافق ابراهیم هم که صورت گرفت گفتن خب چراغ سبز عربستان داده بود که کشورهای عربی اومدن با اسرائیل موافقت کردن، اگه الان عربستان چه موافقتی انجام بده، یعنی تقریبا پایان اون درگیری های بین اسرائیل و کشورهای عربی و کشورهای مسلمان خواهد بود، مخصوصا اینکه موقعیت عربستان معلوم، برای همین هم از عربستان میخواد داخل رو هم راضی نگه داره و اون پروژه‌ای که بن سلمان داره اجرا میکنه برای اینکه بتونه کشور رو از اون به یک کشوری نرمال تقریبا تبدیل کنه، میدونیم خب سابقه امنیتی داره، سابقه سرکوب مردم رو داره در داخل
داخل، ولی یه وجهه دیگر رو داره میخواد نشون بده و این روابط با اسرائیل و کمک کردن به اقتصادش و امنیتش که میتونه ضمانت رو از آمریکا بگیره، اینجا میتونه وجهه خودش رو به نظر من نشون بده که میتونه بهتر عمل کنه. ممنونم از شما. شکریه برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی اینجا در استودیو. متشکرم.